تامینه چطور میشه که جمعیت دامهای کشور، اینو من با استناد دارم میگم، بیش از 50% کاهش پیدا کرده و شما اگر امید دارین به این که این قیمت ها ثابت بمونه، قطعا دارین اشتباه میکنین. این دامداری که پشت سر من میبینین، 2 سال گذشته تو این قسمت و همچنین این قسمت دامداریم بیش از 1000 رأس گوسفند بوده و حالا جای سوال داره برای من که چطور شماها نمیدونین که 90% دامدارهای ما ورشکست شدن، به بهانه حمایت از مصرف کننده دام را تو کشور از بین بردین با کوچکترین بارندگی که صورت بگیره و همچنین این اوضاع کرونا که کاهش پیدا بکنه. مردم عزیز، اگر شما الان دارین گوشت کیلویی 100,000 تومان 120,000 تومان تهیه میکنین، چون که فعلا مشخص نیستش که چه میزان مصرف نیاز کشور هستش، شما دلتون رو خوش کردین به همین قیمت پایین. کن ندارد که بتونین گوشت رو کمتر از 300,000 تومان تهیه بکنین. تمام این آرامشی که میبینین آرامش قبل از طوفانه. سال گذشته در زمستان سال گذشته شرایط کنونی که دام کشور از بین خواهد رفت و خسارتش را در سال 1401 خواهید دید. مجدد دارم این را گوشزد میکنم به مسئولین. اینو من با استناد دارم میگم. این که شما گفتین نهادها تامینه، هیچ مشکلی نیست، مملکت گل و بلبله، ولی بدونین که تمام دامدارهای کشور ورشکست کردن و آینده خطرناکی در انتظار امنیت غذایی کشور هست. من نمیدونم دیگه چجوری باید بیان کنم. اون عزیزانی که نشستن اون بالا، جناب آقای دماوندی نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، که شما دیگه هیچ مشکلی نیست، تمام نهادها فراهمه. سال 1401 شاهد این خواهیم بود که شما میای قیمت گوسفند و گاو و مرغ و تعزیراتی میکنی که آقا از این قیمت نباید بره بالاتر، همون کاری که توی مرغ کردین، ولی بازم نمیتونی جلوی قیمت گوشت و مرغ رو بگیری. میگی نه چند ماه دیگه صبر کنین، به این حرف میرسیم و این رو به شما ثابت میکنیم. ما یه تولید کننده از شما یه مسئول بیشتر میدانیم. یا حق.